دوستان و بینندگان خوب برنامه های مختلف پرشن اوارز یا جوایز فارسی، مسروره هستم و دارم قدم به قدم، پا به پا در کوچه پس کوچه های شهرهای مختلف میچرخم تا با فرهنگ و آداب و آیین‌ها و مردم اونجا بیشتر آشنا بشم، موسیقی اونجا رو گوش کنم و از دلنوازی موسیقی اونجا زندگیم خوشاهنگ بشه. من در کوچه پس کوچه های سیستان با یکی از عزیزان خوب سیستانی هستم، جناب جواد محمدی خمک یا سکایی سیستانی، و میخوایم از موسیقی سنتی سیستان بگیم، میخوایم تاریخچه موسیقی سیستان رو بررسی کنیم که یادگاری هست از گذشته کهن این منطقه که خودش گوشه‌ای هست از ایران، موسیقی که در شادی‌هاشون، غم‌هاشون میتونه یادآور خاطرات مردم این سرزمین باشه و این موسیقی برگرفته از احساسات مردان و زنان غیور این منطقه هست. سیستانی که روزی محل هنرنمایی پهلوان بزرگمون رستم بود و الان محل زندگی رستمزاده های بسیاری. قدمت موسیقی سیستان به قدمت ایران برمیگرده و باید برم سراغ جناب محمدی، به ایشان خوش آمد بگم و تشکر کنم ازشون که میخوان که موسیقی سیستان رو و تاریخچه موسیقی سیستان رو بشکافن، قدم به قدم بیان جلو، تاریخ رو طی کنن. جناب محمدی باز هم خوش آمدید و باز هم سپاس از شما. لطف دارید سرکار خانم، من هم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما عرض ادب و سلام و احترام دارم و باز هم سپاسگزارم از شما به خاطر طرح مسائل فرهنگی کشور عزیزمون در گوشه گوشه این خاک پهناور و این ملت محترم. من در خدمت شما هستم برای طرح تاریخچه موسیقی من. خب میریم، اولین سوال من فکر میکنم این هستش که اولین و قدیمی ترین و کهن ترین سندی که نشون میده در سیستان چیزی به نام موسیقی وجود داشته به کی برمیگرده، به چه زمانی برمیگرده، این سند چی هست و کجا کشف شده؟ مقدمتاً عرض کنم که صحبت من راجع به موسیقی مثل صحبت کسی است که تذکرات و شعرا می‌نویسه. یعنی اونی که تاریخ ادبیات یا تذکره شعرا می‌نویسه شاید اصلاً طبع شعر نداشته باشه، نتونه یک غزل بگه، اما همچنان تاریخ شعرا رو می‌نویسه. صحبت من هم درباره موسیقی این بحثش هست و الا من نه یک ساز بلدم بنوازم و نه اطلاعات فنی موسیقی رو دارم در حدی که بتونم جایی صحبت کنم. اما راجع به تاریخچه موسیقی، ولی تاریخ موسیقی سیستان رو مطالعه کردید؟ بله. و بله. در اون احاطه نظر دارید؟ بله. بله. شاید در این باره حالا هم به برخود خواهی نشه، شاید در این باره چیزهایی بدونم که خیلی از موسیقی دانامون نمیدونن و اگر روزی کسانی که دستن در کار موسیقی یعنی اینها را هم بدونن موسیقی ما بهتر خواهد شد. کهن‌ترین مدرکی که ما از موسیقی داریم، مدرکی که من دیدم، به 2000 سال پیش برمیگرده، به دوره فرهنگ هلنیستی بعد از یا همزمان با تصرف ایران به دست اسکندر. ببینید شما در برنامه ای از نی و نی نوازی صحبت کردید و من این هم خوشبختانه با همین بحث شروع میشه. این بانوی نی نواز، لطفا یک کمی جلوتر بگیرید، تار هست،
فکر میکنم باید درست جلوی جلوی صورت خودتون بگیرید، محل روبروی دوربین باشه. بله بله اسم کتاب ماتیکان سیستان هست. ماتیکان سیستان کتاب خودم هست. بله. اینها نقاشی های کشف شده در کوه‌خوازی سیستانه. بله. که هرتزفلد اینها رو کشف کرده و بله نوشته نینواز کشف هرتزفلد از کوه خواجه سیستان و نی مخصوصی هم اگر دقت کنین باید بیاری جلوی دقیقا جلوی صورت خودتون، چون پشت صحنه شما نردیده نمیشه متاسفانه، درست روی لنز یک کمی به سمت راست ببرید لطفاً. یک کمی به سمت راست. این زومینگ دوربینم امشب به هم خورده یه مقداری. اصلا دیگه بله. امیدوارم دفعه بعد بتونیم این کتاب رو بله. ببینیم. خب ما این مدرک رو داریم. بعد بر اون صحبت شد در یکی از برنامه های موسیقی که موسیقی های اصیل ما فعلا رچک هست و رباب، که رباب از سیستان ایران رخت بربست، اما چنان محترم بود رباب که خیلی ها روح باب بهش میگفتن، روح میگوشاید این ساز، و کسانی رو صلاح دارم که بدون وضوع رباب نمیزدن، بدون وضوع. دقیقا مرحوم قادری در خواجه احمد سیستان، دوستای خواجه احمد، و در آخر عمر هم اصلا رباب نمیزد که میگفت برای من شگون ندارد. اما همیشه این ساز نبوده. شما در زمان فرخی یعنی حدود 1000 سال پیش اونجا میبینین که صحبت از سازی است به اسم چنگ. گویا این چنگ در سراسر لااقل شرق ایران مرسوم بوده که میگه رودکی چنگ برگرفت و نواخت، و در اون موقع هم صحبت از چنگ هست. اندکی میایم جلوتر حدود 500 سال پیش زمان صفویه. در زمان صفویه که بسیار موسیقی رواج داشته، برعکس اینه که در ایران قدمن بوده، اون هم دلیل داشته که رواج داشته، در اینجا ملک شاه حسین سیستانی به صراحت می‌نویسه ساز مطلوب در سیستان یکی تنبور بوده و یکی هم این سازی که لرها می نوازن این رچک ما، ساز زهی که روزانو می زنن و می نوازن. این دو ساز من همیشه فکر می‌کردم که تنبور زادگاهش کردستان هست، پس در اینجا هم من شنیده بودم تنبورک هست در سیستان، ولی این تنبورک چقدر با تنبور تفاوت داره یا یکی هست درست نمیدونم، چون من هم تخصص موسیقایی ندارم، ولی اینطور که درست می‌فرمایید من هم از سند عرض می‌کنم و الا یک فاصله های ظریفی بین تنبور هست با دوتار هست و همین سازهای زخمه ای اینطوری، و اون ساز زهی کمانچه. تنبور و کمانچه در زمان صفویه بسیار رایجه و ملک شاه حسین دقیقا میگه در سیستان هر هنری و علمی داشته باشید اگر نتونیمی یک بیت شعر بسرایید یا نتونید یک زخمه ای بر یک ساز بزنید بر یک تار، میگن بی سوادی، یعنی مقدمه همه سوادها و جامع همه سوادها شعر بوده و موسیقی. و بعد عبارتی میگه که در ذهن من اینطوری موند، از این رو باز سیستان رو گفت سرزمین آوا و نوا. اما از دیگر سازهای موسیقی که اخیراً همه سازها رو در سیستان زیر سیطره خودش گرفته، دهل و سرناست. دهل و سرنا از مواردی در او معلوم میشه که خب ساز نظامی هم بوده،
یعنی تا زمان واجار هم وقتی صحبت میشه از ملک عباس خان، ملک عباس خان کیانی در جلال آباد که بعدها خان ملک صاحب اونجا میشه، اقوام بودن با هم، میگه بله اونجا به اصطلاح نوبتی داره که چند نوبت دهل میزنن و اگر دشمن از دور ببینن، توضیح میده انگلیسی که آدم های تیزبین رو میگذارن در برج ها که از خیلی دور میبینه که سوار بیگانه اومد یا نه، باز از دهل استفاده میکنن. ولی تمام رقص های سیستانی که اون چاپ میگیم ما و نه رقص، چه با چوب چه بدون چوب، چه چاپ دو چاپا و سه چاپه، سه چاپا و چهار چاپه و چه چاپ خاشی یا بالایی، همه اینها با دهل و سرنا همراهی میشه. و جالبه این دهل و سرنا تا کنون بالاخره قدیمی ترین آهنگ ها رو به نحوی حفظ کرده، در صورتی که اینها در دهه 40 و 50 هم خورده خورده این نوازنده ها به برای به دست آوردن دل جوان ها که دوست داشتن، فرض کن همون آهنگ آمن آمنه رو میزدن. مثلا من وقتی که رفتم و تولید تزین دوستان، خدا بله، ما صدای شما رو به با منشی و با شخصیت، من از اون خواهش کردم که شما رو یک بار دیگه تکرار بفرمایید، چون اینترنت ظاهراً یه ضعفی داشتش، یه افتی داشت. بله. صدای شما رو من برای چند لحظه نداشتم. بله، از دهه 40 و این حدود دیگه موسیقی ها رفت، حتی دهل و سرنا آهنگ های مثل آمنه آمنه رو میزدن. بله. حالا میگم دلیلش رو هم. خب که من وقتی زاهدان کار من این شد در تلویزیون زاهدان، از نوازنده معروف اون زمان نظر براهویی که سرنا میزد و دهلم بچه ها میزدن، خواهش کردم که نظر برای کار من و برای ضبط برنامه من یک نوت نبینم که تو از نوع آمنه آمنه میذاری، آهنگ های کهن قدیمی رو که در خاطر داری بزن. و این بزرگوار هم همین کار کرد و بعد جمع میکرد اینها رو، میگفت آقا من مثلا چند تا موزیک دیگر رو آماده کردم از موسیقی های کهن. حالا این دهل و سرنا چرا؟ بله، دهل و سرنا در واقع سازی شد از سیستان که در بسیاری از مواقع دکارتش سازی که ارتشی بود، در ارتش هم ازش استفاده میکردن. بله؟ خواهش میکنم که تکرار بفرمایید، صدای شما رو متاسفانه نداریم. آهنگ های سنتی رو حفظ کرد. چرا؟ آهنگ های دیگر که آهنگ های مجلسی باشه، جوان های ما رفتن به طرف اونها، در صورتی که سازش رو هم بلد نبودن بنوازن ساز محلی رو، و از ارکسترهای ملی استفاده می کردن. و بزرگترین تقصیر در اینجا رادیو و زاهد. به هر حال باید برای اینکه موسیقی احیش سیستانی باشه، همینو میپذیرفتن زبان ها. بله، من در اینجا متوجه این نشدم که جوان ها به دنبال چه جور موسیقی در استان سیستان و بلوچستان بودن. و شما برای متاسفانه جناب محمدی صدای شما بسیار قطع و وصل داره و من اصلا متوجه نشدم که برای اینکه شما رضایت دل جوانها رو به دست بیارید، چه کردید؟ موسیقی از موسیقیدانها چه خواستید و اونها چه کردن؟ بله، صدای شما هم خیلی قطع و وصل میشه، یعنی خیلی وقتا فیکس میشه تصویرتون. بله. با من نمیدونم. بله. عرض کردم که دهل و سرنا که بزرگترین حافظ موسیقی سنتی ما بود، نوازنده های سرنا و دهل، اینها هم اندک اندک
برای برآوردن میل جوانها میرفتن و ترانه های مثل آمنه آمنه رو شروع میزدن و با اونا میرقصیدن. و من از اینها خواهش کردم به عنوان ضرورت کارم که تولید تلویزیون رو داشتم، دعوتشون میکردم که شما موسیقی های اصیل رو باید بنوازید برای ضبط. و این گروه هم همین کار میکرد، آقای مرحوم نظر براقی. اما موسیقی مجلسی ما یعنی ترانه خوانی ما، این خیلی از ترانه خوانی تاریخی و سنتی ما جدا شد. چرا؟ چرا؟ برای اینکه جوانهایی که دنبال این کار رفتن، اینها نوازنده ساز قشک یا سازهای محلی رباب اینا نبودن. اینها ترانه ها رو با یک ارکستر ملی که راحت جوانها بیشتر از این ارکسترها بود در زاهدان، با اونها بیشتر ترانه هایی رو میخوندن که کپی بود از نظر موسیقی از ترانه های کوچه بازاری رادیو تهران. و روی اینها فقط شعر سیستانی سوار میکردن. نتیجتا رادیو زاهدان الگو قرار داد عملا بدونه که بخواد این ترانه ها رو، و بعد از اون هم جوان ها دنبال بازسازی و ادامه این نوع ترانه ها رفتن. ترانه هایی که اصلا آهنگ هاشون و سازشون سیستانی نیست، فقط لفظش سیستانیه، و صدمه شدیدی زد به موسیقی ما. الا اینه که ما تعدادی نوازنده سنتی داریم که به اینا پهلوان میگیم، اونها خدا حفظشون کنه، در عین بی سوادی اما در کار موسیقی بسیار با سواد بودن و هستن. اینها موسیقی های قدیم ما رو تا زمان ما هم حفظ کردن، تا زمان ما هم حفظ کردن. و تمام تلاش جوان هامون الان اینه که دوباره از موسیقی هایی که کپی برداری آهنگاشون میشه از تهران یا جاهای دیگه، بیان به سمت بازسازی موسیقی کهن خودمون. خب این بحث همینجا جمع کنیم و اجازه بدین به بخش موسیقی های خاصی به اسم آلوکه بپردازیم. اگه چیزی بدید، من اینجا برام یه سوال پیش اومدش که زمانی که شما در رادیو و تلویزیون زاهدان کار میکردید، فرمودید که از موسیقیدان ها خواستید که به شکلی موسیقی سنتی رو به جای موسیقی مدرن آمنه آمنه و غیر و زاله، که اون هم طرفداران خودش رو داره، به هر حال هر موسیقی یک گروهی طرفدارشن و به همین جهت تنوع موسیقی ما داریم. من این سوال رو از شما دارم که چرا شما نخواستید که برن و زنده کنن موسیقی سنتی و بومی و محلی اونجا رو، یعنی هم ملودی قدیمی و سنتی و بومی باشه و هم اشعار، ولی حالا به یه طرح تازه. دوستان ما خواننده های سیستانی تلفیق میکردن لهجه سیستانی رو با آهنگ های مدرن و پاپ، اما اگر این دوتا بومی با هم باشه، یعنی هم ملودی بومی باشه و هم لهجه بومی باشه اما با یه سبک خاص، با یه سبک تازه، این باعث میشه که فکر میکنید که موسیقی بومی هر محلی زنده تر نشه و باب دل جوانها نشه که اونها گوش کنن؟ من دقیقا همین حرف ها رو عرض کردم خدمت شما که رویا کلام من قطع شد و شما دو سه بار فرمودین که من صدای شما رو نمیشنوم. بله، من از مرحوم نظر گفتم که سلمان‌نواز بود، خواهش کردم که چون این مرد هم خورده خورده آلوده شده بود به اون کارا، یعنی اگر 80-90% آهنگ های سنتی میزد، 10% هم گرایش بین بر پیدا کرده بود، که من ازشون خواستم که کارهایی که تشریف میارین و مینوازین که ما ضبط کنیم حتما باید سنتی درست باشه. و ایشون در واقع یه مدتی با فرزندانش
کار پژوهش هم برای ما میکرد، یعنی درست میرفت کهن‌ترین ها رو از همکارانش و اینها پیدا میکرد و مینواخت. اما جوانهای ما چون به نواختن ساز سیستانی که قچک باشه و رباب باشه آشنایی نداشتن، ناچار از ارکسترهای آماده استفاده میکردن، یا مثلا از سنتور و ضرب و ویالون و اینطور چیزها. خب از این اینها که استفاده میکردن، اینها که آشنایی به موسیقی محلی ما نداشتن، اونها در همون ملودی های ملی آهنگ میزدن و اینها هم در همون ملودی ها شعر به گویش سیستانی میخوندن روش، و این صدمه زیادی زد به ما. 50 سال اینطوری کار کردن. الان موسیقیدانای ما خیلی زحمت میکشن، خیلی هاشون رفتن دنبال احیای سازها، حتی کارگاه تولید ساز قچک در خود سیستان آقای اربابی نامی همت کرده راه انداخته، قچک میسازه و میفروشه به هنرمندان و میبینم که قچک و رباب ما داره احیا میشه. انشالله آهنگ ها هم که موجود هست به صورت ضبط مستند، و امیدوارم که در آینده همونی بشه که شما فرمودید. بله امیدوارم، چرا که واقعا باید فرزان لالایی هایی که مادران سیستانی برای کودکانشون میخوندن، این خودش میتونه یک منبع بسیار عظیم و بزرگی برای موسیقیدان های ما و کسانی که در کار موسیقی هستن بشه. چرا که من فکر میکنم لالایی های هر سرزمینی غنی‌ترین و قدیمی‌ترین موسیقی اونجا هست. یا فرزان در سیستان که مردم چشت و زر میکردن، در زمانی که کشت رو انجام میدادن قطعا موسیقی های خاصی رو میخوندن، همونطور که فرزان در کرمان موقعی که دار قالی رو به پا میکردن و قالی میبافتن موسیقی خاصی داشتن، اونجا هم که در سیستان کشاورزی رو نقداشتش قطعا باز هم با موسیقی همراه بودش. از این جهت این باید رفت تو دل موسیقی بومی، موسیقی سنتی، موسیقی که فریاد تاریخ توش هست، بوی تاریخ از اون موسیقی رو کاملا ما حس میکنیم و این موسیقی رو باید زنده نگه داریمش. یکی از جاهایی که موسیقی محلی خودش نشون میداد به هم وسیله همین نوازنده های سنتی که ساز بچه کنا میزدن موقع برداشت محصول بود. بله. تقریبا محال بود خرمنی برداشت بشه و در اونجا گروه های موسیقی نیان و ننوازن و انعام خودشون رو از اون خرمن گندم نگیرن و نبرن. اما در این 50 سال اخیر چنون همه چیز دگرگون شد که عرض کردم یکی از مشکلات جوانان ما در موسیقی و عزیزان هنرمند ما الان بازسازی این فضاست تا موقعی که کاملا نمرده. الان همه در فکر بازسازی این هستن. بله و بازسازی کار بسیار سخت‌تر از این هست، از ابتدا اون رو خالص و ناب نگهش دارن. وقتی آلوده میشه به چیزهای دیگه اینو بخوان غربالش کنن و اون از آلودگی های موسیقی های دیگه، حالا شاید آلودگی کلمه مناسبی نباشه، اما از اختلاط و ممزوج شدن با موسیقی های دیگر اینو جداش کنن و اون قسمت ناب موسیقی سیستان رو ازش در بیارن، این بسیار کار سخت و مشکلی به نظر میرسه و زمان میخواد. بله ولی به همت جوانان ما خواهد شد، من امیدوارم. حتما، شکی ندارم. فکر کنم وقت موسیقی به پایان رسید و من نمیتونم بخش موسیقی آلوکه رو مطرح کنم. بله این بخش رو میذاریم برای برنامه دیگر با شما، چرا که اون خودش زمان لازم برای خودش رو میطلبه و حیفه که بخوایم نیمه کاره و نصف نیمه رهاش کنیم. من فکر میکنم و بخش بسیار علمی موسیقی رو از نوشته سرکار خانم مجد
که ایشون حدود 60 سال پیش این موسیقی رو از روستاهای جنوب خراسان و از سیستان گردآوری کردن و من این مقاله رو انتخاب کردم که گفته های علمی ایشون رو درباره موسیقی سیستان که می‌فرمود از موسیقی چیزی در سیستان نمونده است، ولی اون چه مونده چیز دیگری است. و حتی در صحبتی که با هم در خدمتشون داشتم، مسئول موسیقی فولکلوریک رادیو تلویزیون بود، فرمودن ایشون که محمدی موسیقی سیستان با همه نابودی که شده، با همه ضعفی که پیدا کرده، هنوز حلقه مفقوده موسیقی ایران و هنده. همین موسیقی در حال اضمحلال و اینها رو حالا انشالله بماند برای دفعه بعد، چون حیفه که این نظریات سرکار خانم مجد و مخصوصا مطرح نکنیم. بله حتما، و من صمیمانه ازتون خواهش میکنم که این بخش از موسیقی رو ما یک برنامه کامل بهش اختصاص بدیم، چون فکر میکنم اونقدر اهمیت داره و شاید به شکلی زیربنایی باشه برای موسیقی. از این جهت باید بهش به خوبی پرداخته بشه تا بتونیم ما اون ادای لازم رو نسبت به این موسیقی داشته باشیم. به هر حال جناب محمدی، باز هم صمیمانه از شما تشکر میکنم که در این بخش هم، در بخش شناخت موسیقی سیستان، ما رو یار و یاور هستید. امیدوارم که زندگیتون همیشه خوش و همین باشه. من هم از شما سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه بعد این فرصت و تکنولوژی به ما بده، اینترنت و برق حتی، که جمع و جور راجع به موسیقی صحبت کنم، انواع موسیقی، راجع به موسیقی آلوکه، راجع به موسیقی های رزمی و پهلوانی، موسیقی های بزمی و نظریات سرکار خانم مجد درباره وضعیت علمی موسیقی موجود سیستان. چه هر کدومش مبحث مهمی هست، هر کدومش ریشه است، هر کدومش پایه است، و موسیقی الان سیستان بر اساس این پایه ها بنا شده و استوار هست بر این پایه ها. به هر حال ممنونم باز هم از شما. بله مشتاقانه منتظریم تا برنامه دیگر رو با شما در پیوند با موسیقی سیستان داشته باشید. سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم و من هم همینطور. شاد و اهرایی باشید و زندگی شیرین به کامتون، و منتظر ما باشید با برنامه دیگه در مورد موسیقی سیستان.